سرخط خبرها. تعداد از مسیرهای ولسوالی مرکز بهسود 10 روز است که برای ترافیک مسدود است. مسئولین ریاست معارف دایکنده کارمندان و آموزگاران باید ریش بگذارد و دستار ببندد. تمام مسیرهای بامیان برای ترافیک باز شد. والی دایکنده میگوید بیجار شدگان اجباری کندیر و تگابدار میتوانند به خانه هایشان برگردند. و یک تن به جرم سرقت در بامیان دستگیر شد. سلام، درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. از اثر برفباری و برفکوچهای اخیر تعداد از راههای ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک برای ترافیک مسدود می باشد. باشنده های ساحه کوه بیرون ولسوالی مرکز بهسود به تلویزیون بامیان گفت شروع برفباری های بیش از 10 روز می شود که مسیرهای کوه بیرون برای ترافیک مسدود می باشد. به گفته آنان باشنده های محل یک بار این ساحه را پاککاری نمود، اما بعد از یک روز دوباره این مسیر مسدود گردید. به گفته سید ابراهیم حسنی باشنده ارگین کوه بیرون، آنان روز قبل یک مریض را از ساحه سربلاق بیش از 14 ساعت تا کلینیک برای دوششان انتقال داده است و نزدیک بود مریض از اثر سردی قبل از رسیدن به کلینیک جان دهد. اما سیدتقی فروتن ولسوال مرکز بهسود به تلویزیون بامیان گفت از اثر برفباری های روز قبل یک تعداد از مسیرهای فرعین ولسوالی مسدود می باشد، اما آنان آمادگی کامل برای پاککاری مسیرها را دارا می باشد. باشنده های کوه بیرون ولسوالی مرکز بهسود از مسئولین می خواهد تا راه های مواصلاتی را باز نموده و مردم را از خطرات جانی و اقتصادی نجات دهد. گفتنی است که کوه بیرون یک از ساحات برفگیری ولسوالی مرکز بهسود می باشد که هزاران خانواده در این محلات زندگی می کنند. مسئولین ریاست معارف دایکنده تا یک اعلامیه از کارمندان و آموزگاران مکاتب در این ولایت خواست است تا ریش هایشان را نتراشند و دستار ببندند. و اساس این اعلامیه آموزگاران زن نیز باید حجاب شرعی را رعایت نماید. این ریاست هشدار داده است که کسی که مطابق این طرز العمل کار نکند با آنان برخورد قانونی می شود. این در حال است که وزارت امر به معروف کشور اعلام نموده بود که هیچ کس نمی تواند تلفن های شخصی مردم را بررسی و در امرات شخصیشان دخالت نماید. به گفته این وزارت محتسبین فقط می تواند برای مردم آگاهی دهند. برفباری ها و طوفان اخیر اکثر از راه های مواصلاتی ولایت بامیان را مسدود نموده بود، اما رئیس فایده عامه این ولایت از باشتن تمام مسیرها برای ترافیک خبر داده است. آقای اکمل به تلویزیون بامیان گفت فعلا تمام مسیرهای بامیان به سوی مرکز و ولایت های دیگر برای ترافیک باز شده است. گفتنی است که در 3 روز اخیر کتل های قناق مسیر بامیان دایکندی، کتل شاتو مرز بین ولسوالی کولنگ و پنجاب، کتل آجگک مسیر بامیان کابل و کتل بکک مسیر بامیان غور اکثرا به دلیل طوفانی های شدید مسدود شده بود، اما به گفته رئیس فایده عامه این ولایت اکنون این مسیرها برای ترافیک بازگردیده و هیچ مانعی برای مسافران وجود ندارد. حاجی عبید والی دایکندی در صحبت با رسانه های این ولایت گفته است که بیجاشدگان و آوارادگان مناطق تگابدار و کندیر می تواند به خانه هایشان بازگردند. هیچ کسی نمی تواند این خانواده ها را از رفتن به خانه هایشان منع نماید. والی دایکندی گفته است که در دیدار که با ملا هبت الله خونزاده امیرالمؤمنین طالبان رئیس الوزراء و ملا برادر آخوند داشته است، آنها نیز دستور دادند تا وارگان دوباره به خانه هایشان برگردد. ولی دایکندی گفته است که کسانی که در این رابطه ادعای حق خواهی دارند می توانند از طریق محاکم ثلاثه دعواهایشان را پیگیری نماید. و خبر اخیر این که بر اساس اعلامیه شهرداری ولایت بامیان یک تن به جرم دزدی پلیت های اطراف سرک نو از بازار این ولایت بازداشت شده است. با اساس اعلامیه این اداره محافظین شهرداری امروز چهارشنبه 29 جدی سال جاری سارق پلیت های کنار جاده سرک جدید را
با سیخ های جدا شده از پلیت های سیمنتی در بازار بامیان شناسایی و گرفتار نموده است. شهردار بامیان از کسبکاران خواست است تا اجناس مشکوک به سرقت را خریداری ننمایند. سپاس از توجهتان، تا این دم تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما.